روند تطبیق واکسن کرونا پس از کابل امروز در هرات نیز آغاز شد. مسئولان صحت عامه میگویند که 12,000 دوز واکسن کرونا به آنان رسیده است و قرار است در قدم نخست تمامی کادر صحی مراکز دولتی و خصوصی در هرات واکسن دریافت کنند. 12,000 دوز واکسن رسیده و مطلقاً 12,000 دوز واکسن برای 6,000 نفر کارمند صحی ضرورت است، یعنی هر نفر باید برای معافیت مطلق گرفتن یا کسب معافیت دو دوره واکسن بگیرن که فاصله زمانی بین زرق اول و زرق دوم یک مار در بر میگیره. معاون صحت عامه می افزاید که در مرحله نخست تنها کادر درمان هرات می تواند از این واکسن ها مستفید شوند و شهروندان در مراحل بعدی که مرحله همگانی است واکسن خواهند شد. از سوی هم شماری از کارکنان صحی که امروز واکسن دریافت کردند از این روند اعلام حمایت کرده و ابراز خرسندی می کند. ما در بخش هرات آمبولانس کار میکنیم، واقعا روزهای سختی پیر کردیم، یعنی روزهایی بود که واقعا مایوس میشدیم از اینکه آیا این مشکل حل خواهد شد یا نه. 24 ساعت ما در حال انتقال بودیم مریضا و من خیلی خوشحالم که امروز ما واکسن دست هست ما قرار گرفتیم. الومیر ثابت کرد که یک بار دیگر توانایی طب برای اینجا به نمایش گذاشت که گویا ما توان عزیز دارین که برای جلوگیری از کرونا واکسین را بسازیم، که خوشبختانه واکسین ساخته شد و امروز برای شما را تطبیق شد و من خوشبین هستم که بالاخره امروز من یک دوز واکسین گرفتم. اما اختصاص 12,000 دوز واکسن از سوی وزارت صحت عامه کشور به هرات با انتقاد برخی اعضای شورای ولایتی به همراه بود. آنان بر رعایت عدالت اجتماعی در تطبیق واکسن تاکید می کنند. ما خواستی ما مینیست نماینده های شورای ولایتی ایه که 12,000 واکسینی که از 500,000 اختصاص پیدا کرده برای مردم ولایت هرات کفایت نمی کنه، چون ولایت هرات در قدم اول در خط نخست کرونا قرار داشته، آسیب پذیری بیشتری داشته، مبتلایان بیشتری داشته، تلفات بیشتری داشته از دیگه ولایت. باید انمو سهمی که به ولایت هرات اختصاص پیدا میکنه باید از 12,000 بیشتر باشه که انمی تقسیم از دیدگاه مردم عادلانه باشه. روز گذشته روند تطبیق واکسن کرونا در کشور آغاز شد و به شمول هرات تا کنون در 11 ولایت کشور این روند آغاز شده است.